جوابی رضا احمدی برای شفیع عیار. شفیع عیار در لایف خود درباره موتر ساخت افغانستان حرف‌هایی زده بود و ای گفته بود که موتر ساخت افغانستان کدام دستاوردی بزرگی نیست و موفق نخواهد شد، چرا که اشخاصی هستند که موترهای زیباتر از این را به تنهایی ساختند اما سودی نداشت. و در ویدیوی خود یک موتری که بدنه آن کاملا از چوب ساخته شده است را به نمایش گذاشته بود و تعریف و تمجید میکرد که ببینید و با موتر ساخت افغانستان مقایسه میکرد. سلام و خسته نباشید عزیزان، لطفا قبل از ادامه این ویدیو چینل ما را سابسکرایب کنید تا بیننده ویدیوهای جدید ما نیز باشید. موتر ساخت افغانستان بعد از اینکه رونمایی شد، با گذشت یک ماه در شبکه‌های خبری جهانی به نمایش گذاشته شد و از موتر ساخت افغانستان یادآوری شد. اما شفیع عیار در تازه‌ترین لایف خود موتر ساخت افغانستان را به تمسخر گرفت و گفت که کدام دستاوردی جدیدی نیست و کسی بالای این موتر سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. محمد رضا احمدی در جواب به سخنان اخیر شفیع عیار گفت: آینده کوتاه مدت ما برنامه‌مون به تمرکزمون برای یک ورود پرقدرت به این صنعت هست. مسابقات لمانس اون اعتباری که می‌خوایم به ما میده. مسابقات لمانس ماراتون معتمدانه است. وقتی شما 24 ساعت بالاتر از 300 کیلومتر در ساعت حرکت میکنی و خراب نمیشی، این اون برچسب اعتماد مشتری رو بهت میده. ما روی این اعتبار میخوایم یک کمپین تبلیغاتی داشته باشیم که اوجش میرسه به نمایشگاه موتر ژنو و اون لحظه است که ما وارد صنعت میشیم. رضا احمدی در جواب شفیع عیار گفت: تا اماکنون دو کمپانی بزرگ پیشنهاد همکاری و سرمایه گذاری را برای ما داده است، اما هدف اصلی من رقابت با موترهای لامبورگینی و فراری است و دنبال یک پیشنهادی بزرگتر میگردم و به زودی شاهد خواهید بود و روزی میرسد که از حرفهایی که زدین پشیمان میشوید.